میدونید که در گذشته کلیپ های اختراعات روز دنیا آپلود میشد، مخصوصا در چیزومیز. ما طی یه مدت کلیپ های اختراعات ارزشمند رو آپلود کردیم تا دیگه با کمبود اختراع مواجه شدیم. الان خیلی وقته که شما کامنت میدین دوباره اختراعاتو نشون بده و ما تو این کلیپ به مناسبت 150,000 تایی شدن چیزومیز جدیدترین اختراعات روز دنیا رو به شما معرفی میکنیم. دیسک لاک، یک قفل فرمون متفاوت. یک دیسک فلزی که کل فرمون رو میگیره و هیچ جوری نمیتونی ازش خلاص بشی. به اندازه فرمونهای مختلف ساخته میشه. قفل پرقدرتی داره و اون دسته ای هم که داره برای اینه که فرمون رو نتونی بچرخونی. اما قیمتش یه مقدار گرونه. دیسک لاک در آمازون $250 فروخته میشه، که البته لینک های آمازون رو همه رو میذارم توی دیسکریپشن. استاک کم، نگهدارنده های دوربین مختلف زیاد ساخته شده، اما این یکی مثل یک سلاح گرم میمونه. این حالت رو برای شوخی درست نکردم. دوربین گرفتن با استاک کم خیلی راحت تر و خوش دسته و وقتی باش کار میکنی دستت زیاد خسته نمیشه، چون میتونی از دوتا دستت استفاده کنی. میتونی اینو به دوربین وصل کنی. عکس گرفتن با اینه مثل اینکه با اسلحه داری شلیک میکنی. زیر این شپ سلاح جا داره که میتونی روی سپایه هم نصب کنی. استاک کم در ایندیگوگو $160 فروخته میشه. بریم سراغ یک اختراع جالب که اگر به نتیجه برسه میتونه جون خیلی‌ها رو نجات بده. یک قلب رباتیک. پژوهشگران دانشگاه هاروارد کانسپت این قلب رو ساختن و دارن آزمایش‌های مختلف روش انجام میدن. دارن میرن جلو که اول روی یک حیوان آزمایشش کنن، احتمالاً خوک. این صفحه ها یک اختراع جدید برای تولید برق پاکه، بومبورا ام ویو. اینو میبرن کف آب در جاهای کم عمق کار میذارن و تلاطم آب اینها رو به حرکت در میاره. این حرکت توربین داخل اینها رو به گردش در میاره و برق تولید میشه. برقی که ظاهراً آلودگی نداره. باید بدونید که قرار ناسا در سال 2026 با پروژه آرتمیس برگرده روی ماه که کلیپش هم توی آنتن هست. این وسیله که میبینید ساخته شده برای روی ماه و اسمش ونچوری استرولاب فلکسه. قابل توجه کسانی که میگن سفر به ماه دروغه و برای این طولانی مدت نرفتن روی ماه که میخوان اساسی برن و پایگاه درست کنن و دیگه نمیخوان بی خودی 50-60 میلیارد دلار خرج کنن و برن اونجا بشینن دوباره برگردن مثل اون دفعه. این تایرها اصلا طراحی شده برای روی ماه که طولانی مدت کار کنه و به زودی از رده خارج نشه. دانشجویان دانشگاه کالتک در کالیفرنیا این ربات رو ساختن. رباتی که اولش مثل ماشین کنترلیه، اما هر موقع اراده کنه تبدیل به پهباد میشه، مثل فیلم ترانسفورمر. و
حالا این به چه درد میخوره؟ اگر اینو بتونن ارتقا بدن و پیشرفته ترش بکنن، میتونن مثلا تو جنگل های انبو مثل ماشین را بره و هر موقع میخوان از لای درخت ها بزنه بالا. اما هدف دانشجویان کلتک این نیست. اونها میخوان یک ربات پیشرفته بسازن. شاید دیده باشین یک همچین چیزی عقب تریلی های کانتینر وصل میکنن که یا یک قطعه فایبرگلاسیه یا مثل این چادریه. این در اصل وسیله‌ایه که تریلی رو آیرودینامیک تر میکنه، چون باد میپیچه پشت تریلی و باعث میشه حرکت تریلی کندتر بشه. اما وقتی این وسیله نصب میشه، جلوی حرکت باد رو میگیره و علاوه بر این که نرمتر راه میره، مصرف سوختش هم کلی میاد پایینتر. این شرکت برداشته اینو اتوماتیک درست کرده که هر موقع میخوان بازو بسته کنن. حتما تو فیلم های جنگ جهانی دوم دیدین که ژاپنی ها و آمریکایی ها اسلحه هایی داشتن که آتیش پرت میکرد. یکی از وحشتناک ترین سلاح های دستی جنگ جهانی دوم. بعضی وقتا خود اونی هم که شلیک میکرد آتیش میگره، چون در اصل بنزین رو پرت میکرد به طرف دشمن. اما این دستگاهی که دارید میبینید برای جنگ جهانی دوم نیست. این در مقابل اونها یک اسباب بازی آتیش پرت کنه، چون بنزین پرت نمی کنه. گاز بوتان میفرسته، همون گازی که داخل فندک ها هست. 2700 دلار پول اینه. باید بدونید که موتورهای راکت یکی از پیچیده ترین و گرون ترین موتورهاست. برای همین همیشه دارن پژوهش میکنن که راه حلی پیدا کنن موتورهای اینها ارزون تر در بیاد. یک شرکت رومانیایی به نام ARCA داره یک ایده جالب روی این موتورها پیاده میکنه. اونها موتوری که با بخار کار میکنن رو پرفشار کردن و گذاشتن روی یک راکت آزمایشی. تو این آزمایش این ایده سربلند بیرون اومد، چون اکو راکت با فشار بخار 8 کیلومتر رفت بالا. این کار ایده استفاده از فشار بخار برای موتورهای راکت رو استارت زده و خیلی از شرکت‌های راکتی دنیا رفتن روی این مسئله تحقیق کنن. اگو میستینگ فن، یک پنکه خنک کننده آبی برای فضای باز. یک سطل آب میذاری بغل دستش، شیلنگ پنکه رو میندازی توش روشنش میکنی، آب پود میشه و با پنکه پخش میشه. تو بادش قرار بگیری حسابی خنک میکنه، مخصوصا در آب و هوای خشک عالیه. این پنکه رو تو آمازون 268 دلار دارن میفروشن. Clothes that grow، یک لباس مخصوص که همراه با بچه بزرگ میشه. از یک سالگی تا 4 سالگی جواب میده. اما همون لباس معمولی بخرید بهتره. این درسته با کیفیته، اما هر دست از این لباس 170 دلار قیمت داره. باید بدونید که المپیک زمستانی 2022 که در پکن چین برگزار شد، اولین المپیک زمستونی بود که از برف مصنوعی استفاده کردند. اون برفارم این دستگاه تولید کرد که در اصل آب و پودر میکنه میفرسته هوا، و چون هوا سرده اون پودر را یخ میزنه میریزه زمین، و چون هوا سرده اون پودر را یخ میزنه میشینه زمین. این دستگاه به قدری آب و پودر میکنه که حتی در دمای 2 درجه بالای صفر هم کار میکنه و پودر به راحتی یخ میزنه و میشینه رو زمین. بعضی وقتا این دستگاه رو رو دکل جرثقیل های بلند نصب میکنن و بهتر برف تولید میکنن. البته این دستگاه فقط در المپیک پکن استفاده نشده. بیشتر پیست های اسکی دنیا این دستگاه ها رو دارن که وقتی تو زمستون برف کم بیاد و یا مثلا به آخر فصل داریم میرسیم و برف کمه، اینها رو روشن میکنن که برف تولید بشه.
خب بریم سراغ یک ربات جالب، اولترا بلو. این دستگاه برای چیدن جعبه داخل تریلی هاست. جعبه ها رو داخلش میذارن و این مرتب میچینه رو هم دیگه، میاد عقب. سریع هم کار میکنه. کوکا آمنی موف. باید بدونید که کوکا یکی از معروفترین شرکت‌های ربات سازیه. البته ربات‌های صنعتی. اینم یک ربات صنعتی دیگه. در اندازه‌ها و ظرفیت‌های مختلف وجود داره و جالبیش اینه که از هر جهت میتونه حرکت کنه. یعنی تایرهاش طوری طراحی شده که هم جلو عقب میره، هم چپ و راست، که برای جاهای تنگ تو کارخونه جات عالیه. ظرفیت بزرگترینش 90 تنه و میتونه 90 تن رو برداره تو سالن جابجا کنه. باید بدونید که کارخونه ایرباس A380 هم از همینها داره و قطعات هواپیما رو با اینها جابجا میکنن. یک وسیله جالب دیگه از شرکت میلواکی، میلواکی وایرلس آداپتور. این در اصل یک پریزه که شما ابزارتون رو بهش وصل میکنید. میتونه جاروبرقی باشه، درل باشه، سنگ باشه، هر چیزی. اما این پریز برق توش جریان نداره، مگر اینکه کلید کنترلی که تو جیبتونه بزنید. هر موقع بزنید برق جریان پیدا میکنه و دستگاه روشن میشه. دوباره هم بزنید خاموش میشه. این پریز $120 فروخته میشه. اینم یک اختراع برای دیوارهای آپارتمان‌ها. چون معمولاً صدا از دیوار رد میشه، ولی این سفال‌ها طوری طراحی شده که این فوم‌ها بینش قرار بگیره که نه صدا ازش رد شه، نه گرما سرما. اینم یک پرینتر سه‌بعدی که بهش برنامه دادن این بلوک ها رو تولید کنه. بلوک هایی که برای سقف های تیرچه‌ای به کار میره. جالبی این دستگاه اینه که هم میتونی سیمان بریزی تو، هم میتونی گل بریزی که سفال تولید کنه. البته سفال بعد باید بره تو کوره.